سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر شده که احتمالا در جدیان هستین خبر اشاره دارد به ممنوع الورودی مریم رجوی سرکرده گروهک منافقین به آلبانی خبر رو با هم بررسی کنیم چند تا مسئله کنارش هست هاشی ها و نکات عجیب و غریبی که به بهانه این خبر به رسانه ها درس پیدا کرده همچنین یک مسئله دیگر هم هست که با هم باید مرورش بکنیم چهارمین سرکرده یه گروه ها که منافقین هم امروز اعلام کردن که جان خودش از دست داده یک ماه پیش یک ماه پیش یعنی میشه همزمان به اون ستای قبلی ها بعد این دیگه تیر قیب نیست صافه کنم یکی بسته به رگبار فرقه رو تیر قیب نمیتونه باشه این همه عضو یه جان خودشون از دست دادن در خوش قابل تمونه چیزی به شما بگم توی این بیانیه جدیدی که صادر کردن من نکته ای رو گفته بودم تحت این عنوان که ببین حداقل یه دلیلی برای مرگش بگوی خیلی زای است سه نفر مردن تو میای میگی به رحمت خدا رفتن بعد از سالها م... چرا بعد از سالها مجاهده چرا یه دفعه به رحمت خدا رفتن علت شو... اینجا علت شو... یه... یک مورد علت رو گفتن یعنی انگار فهمیدن که آقا راست میگه این خیلی زای است ما باید یه خورده اینا رعایت بکنیم بریم ما ماجرا همراه بشیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده خبری در رسانه منتشر شده تحت عنوان که دولت آلبانی مریم رجوی سرگرده گروه تروریستی منافقین خلق رو که چند ماه پیش از این کشور به فرانسه رفته ممنوع ورود کرده گفتن اگر قصد دارین که به کشور ما برگردین دادگاه ضد تروریسم کشور ما اعلام کرده شما تروریستین باید برین اونجا مسئله خودتون رو حلش بکنین دادگاه پس از بررسی مستندات موجود مبنی بر هدایت اقدامات تروریستی توسط گروهک در داخل ایران حکم ممنوع الورودی مریم منافق را صادر کرده است حدود 1500 تا کیس اینها در سه سال اخیر خریدن 3500 تا کیس 200 دونه یعنی کل عدد کیس های فرقه رو من نمیدونم چقدره فقط 1500 تا تو دو سال اخیر خریدن 200 دونهش توقیف شده ببین تو اون 200 دونه چیا بوده که این وقتی رفته بررسی کرده گفته تو هدایت کننده عملیات تروریستی داخل ایرانی و من اجازه ورود به کشورم به تو نمیدم آقا در طول این سالها اتفاقاتی در ایران رخ داده از جمله ماجرای محسن جینا امینی بعضی ها مثل تحلیلگر اومدن نشستن جلوی دوربین گفتن رگه های از نقش سازمان و منافقین در این قضیه دیده میشه وقتی که این حرف رو زدن یه سریا نگاه کردن یه بوسندی زدن گفتن که این به قیافش میخوره که ما رو میخواد مسخره بکنه این داره یه چرتی میگه چه ربطی به منافقین داره این همش بازی این تروریستا بوده بخشی از آن چیزی که باعث میشده مسئله رادیکال بشود بازی این تروریستا بوده ببین الان یکی از اپاماتی که ار اپوزیسیون هست اینه میگن ما چرا مثلا در ماجرای محسا جینا نرفتیم به این سمت که با یک تظاهرات چند میلیونی وزن خودمون رو نشون بدیم علتشو میدونن ها علتش خیلی روشنه به خاطر اینکه فضا رادیکال بود و موجودات شروری وسط میدان بودن این موجودات شرور کسی جرئت نمیکرد نزدیکشون بشه تا اینجا بحثی وجود نداره اپوزیسیون نزدیک کسایی که وسط خیابون بودن به اسم زن زندگی آزادی نزدیک پیروان زائش جرئت نمیکرده بشه تا اینجا بحثی نداریم چرا فضا از رادیکال بودن خارج نمیشود چون وقتی یک نفری میخواست بره یک نفری رو نجات بده مثلا اگر یک نیروی نظامی رو آتیش زده بودن یکی میخواست بره نجاتش بده میگفتن اینم از خودشونه اطلاعاتی اینم باید کشته بشه یعنی کسی جرئت نمیکرد در جهت کاهش رادیکال بودن فضا کاری بکنه چرا کسی جرئت نمیکرد اینا داشتن فضا رادیکال میکردن این اصلا از اینکه فضا ایران آرام باشد یا ایده فرصت بکنن در آرامش با هم صحبت بکنن سود نمیبره ضرر می‌بینه. این از این فضا ضرر می‌بینه. این از این فضا سیلی میخوره می به خاطر همین هست که اینا رفتن کیسا رو بررسی کردن فهمیدم کل ماجره که رخ داده بخش عمده ایش پشتش گروه که منافقین بوده بریم ادامهش رو بررسی بکنیم در ادامه اشاره کرده به اینکه زمانی که اینا حمله کردن به پادگان اشرف اینا توی سالگرد قیام مسلحانه اگر یادتون باشه حمله کرد پلیس آلبانی میگه مریم منافق زمانی که اینا حمله کردن توی پادگان بوده حالا فهمیدین چرا اینا دست و پا میزدن و یک کشه هم دادن و چند صد نفرشون با اسپری فلفل کشه زخمی شدن به خاطر اینکه مریم منافق اون تو بوده گفتن کلی بازی در بیاریم به مریم نرسن فکر میکردن آلبانی اومده مریم رو ببره بعد از اینکه اومده مریم رو ببره میخواد تحویلش بده به ایران حالا ایران هر کاری خاص انجام بده میگه بردن یه گوشه قایمش کردن بعد از اینکه قایمش کردن مریم و یه سری های دیگه فرار کردن از آلبانی رفتن سالی رو اخیرا من دیدم یکی از اعضای فرقه مطرح کرده بود که میگن از جدا شده های فرقه هست من قبول ندارم گفته بود که بزرگتره فرقه الان کجان کسی از اینا خبر داره یک بخششون تو آلبانی پنهان شدن یک بخششون از آلبانی فرار کردن و یک بخششون ترجیح دادن در این مرحله در مقابل دوربین نباشن چرا به خاطر اینکه پلیس آلبانی هر کدومو بگیره در لحظه می تواند و این امکان وجود داره که به ایران منتقل بکنه نمونهش مریم منافق میگه که مریم توی پادگان بوده و اینا فراریش دادن زمانی که پلیس آلبانی وارد شده بعد میگه مسئله اینجا بوده که قبل از این این به صلاح خودم گروهک منافقین با فرقه رجوی با پلیس آلبانی صحبت کرده بوده که پلیس بیاد غذاخوری ها رو بگرده آشپزخونه ها رو بگرده بعد خدمت شما عرض بکنم که استودیوهای داخلی رو بگرده میگه اما به این گروه اجازه نمیدونم به پلیس اجازه نمیدونم که مراکز سایبری رو بررسی بکنه پلیس این دفعه که وارد میشه قصد گشتن این مراکز رو داشته که اینا کلی بازی در میارن و اون دعواها اتفاق میفته و اینها رو که میگرده کیس ها رو که توقیف میکنه متوجه میشه هدایت اقدامات سایبری و تروریستی علیه ایران از اینجا داشته انجام شده. اگه ایران آلبانی رو به لحاظ سایبری میزده دروغ نمیگفته اینا داشتن کاری میکردن و دعوا از اینجا شروع شده بریم ادامه شروع هم بررسی بکنیم گفته که بعد از اینکه سرور ها رو بررسی کردن متوجه شدن که مرتبطین و نفوزی های منافقین در داخل ایران دارن با این فرقه همکاری میکنن و اقدامات تروریستی انجام میدن اخبار شنیدین اخیرا که چقدر بازداشتی های افرادی که قص گذاری داشتن قص عملیاتی از این دست داشتن قص این داشتن که بمب بسازن برای اتفاقات پیش رو اخبار دنبال کردین دیدی چقدر زیاد شده ماجرای زیاد شدن اینا چیه آیا به کیس ها رب دارد آیا بعد از اینکه ها را توقیف کردن این ماجراها داره بیشتر میشه ظاهرا خیلی بی رب نیست بریم ادامه شما هم بررسی کنیم در ادامه گزارش گفته که بعد از اینکه اینها آلبانی رو به صلاح خودمون حمله کردن به مرکز منافقین در آلبانی در همون روز هفتاد نفر بازداشت شدن این خبری که در رسانه منتشر نشده این هفتاد نفر اعضای پادوی فرقه هستن شناخته شده هستند، رد بالا هستند، به ایران منتقل خواهند شد به ایران منتقل نخواهند شد اینم از جمله چیزهایی است که احتمالا ماجرا را پیچیده‌تر و قابل تعمل تر هم خواهد کرد میگه به این هم اشاره شده که تو یکی از ساختمان ها مریم منافق پنهان شده بوده از سرس اینکه استردادش بکنن به ایران فراریش دادن به فرانسه بعدم گفتم این نشست سالانه داریم آقا ما نشست سالانه داریم تو فرانسه من رفتم تو نشست شرکت بکن چرا بر نمیگردی چرا بر نمیگردی نشست مگه تموم نشد نه برگرده اینجا درنی این سرویسه اینا بازی بر علیهشون تازه شروع شده سیستم یه کاری کرد سیستم گفت بذار همه زورشون نشون بده آقا هر کاری میخوای تو قضیه ژینا بکن کشور میخوای برزی اما درگیری مسلحانه و بمب‌گذاری و فلان هر کاری دوست داری بکن وزن تو دیدی چقدره بی وزن بودنت به اثبات شد حالا بابا تو در میارم آقای آلبانی من زیر ساخته شما رو زدم به خاطر اینکه اینا دارن کار میکنن همشونو میخوام پلیس آلبانی اومد گفت تو کشور من داری علیه ایران اقدام میکنی من فعلا قصد جنگیدن با ایران ندارم پلیس آلبانی وارد شد اینا رو باشون برخورد کرد نخست زیر اعلام کرد گفت آقا هر کسی از اینجا بخواد براندازی بکنه باید با ما هماهنگ بکنه شما با ما هماهنگ نیستین و هماهنگ هم ما قصد براندازی ایران نداریم الان هم که همشونو دونونه دارن میارن که به دادگاه بکشانند به جهت انتقال به ایران بازی برای گروه که تروریستی منافقین بعد از سالها خیانت نوکری برای صدام و در یوزگی علیه ایران تازه شروع شده است بریم ادامهش رو بررسی بکنیم یک خبری همزمان با ماجرای مربوط به مریم منافق و عدم ورودش به آلبانی در رسانه منتشر شده تحت عنوان که اسماعیل علیپور از چهره های مطرح فرقه در ماهای اخیر جان خودش رو از دست داده دو سال عضو فرقه بوده اینطور که بیانی اخیر فرقه بهش اشاره کرده دو سال خیانت کرده به ایران داستان از کجا شروع شده اینا توی آمریکا بودن و توی حالا دقیقش رو نمیدونم این کجا بوده ولی میدونم که مدرک تحصیلش رو از آمریکا گرفته بعد فراخان میزنه فرقه که ما میخوایم حمله کنیم با صدام به کشورمون هر کی میخواد بلند بیاد از اروپا یه سریا بلند میان عراق در پادگانی که اینها از صدام گرفتن به ایران حمله بکنن تو عملیات مرسد شرکت میکنه تو عملیات مرسد از ناحیه پا مجروح میشه پای که به سمت ایران بخواد قدم بردارد به جهت تقابل با وطن و فتح این سرزمین قلم خواهد شد تروریست های گروهک منافقین اولین کسانی هستند که این قضیه رو به همراه برادران بعثی خودشون با کیفیت فهمیدن اونجا مجروح میشه از ناحیه پا این آدم مجروح میشه توی درگیری هایی که سال 88 اتفاق میفته سال 88 فیلم در رسانه ها منتشر میشه بخشی از این فیلم ها رو احتمالا دیدین گروه های مسلحی که اینها نقاب بر چهره دارن وارد پادگان اشرف میشن به هر کسی که میرسن تیراندازی میکنن یعنی هر کسی داخل این پادگان بوده از اعضای گروه که منافقی بوده اینا تیراندازی میکنن با این نگاه که ظاهرا اینا به قصد به هلاکت رسوندن همه اعضای فرقه رفتن از هر کجا اینها رو میدیدن فرار میکردن هم پشت سر اینها تیراندازی و چیزای از این دست این مردک یکی از کسانی بوده که اونجا توی درگیری هایی که رخ میده دوباره مجروح میشه دستش رو از دست میده دستش میشکنه اول پاش پاشو توی درگیری با ایران و نوکری برای صدام از دست پاش پاشو میم جلوتر در ماجره های مشابهی در سال 1390 سلسله حملات موشکی که اتفاق میفته و عملیاتی که انجام میشه به جهت حلاکت بازمانده های لشکر فارسی زبان صدام دوباره باز اونجا ضرباتی به فرقه زده میشه این آدم یکی از کسانی بوده که اونجا مجروح میشه بعضی ها سوال میپرسن میگن آقا راهکار این تروریستا چیه تو جمهوری اسلامی میگن دهه 60 یه سریال جمهوری اسلامی کشه آقا جمهوری اسلامی بعضی هایی را کشه است که اینها عقبشون تو عراق بوده توی عملت مرصاد پاشو از دست داده 88 دستش رو از دست داده بعد دوباره مجروح شده اینجا توضیح نداده دست بر نداشت از خیانت به میهن یه موقعی زیر پرچم صدام بعد زیر پرچم بن سلمان هوشمندانه ترین دقیق ترین و درست ترین اقدامی که ایران علیه قاتلین 17 هزار شهروند خودش انجام داده به هلاکت رساندن تروریستای منافقین بوده و اگر جمهوری اسلامی همچین کاری نمیکرد باید میگفتیم به ایران خیانت کرده چون اینا به میهنن اینا عادت کردن که به خیانت ادامه دهند تا زمانی که مرگ اینها رو در آغوش بگیره بریم ادامهش رو بررسی بکنیم این قسمت بیانیه برای من مهمه به خاطر اینکه بالاخره اینا اون نکته ای که ما گفتیم و فهمیدن سه تا بیانیه اینا دادن سه تاشو من آوردم برای شما خونم گفتم دادش طرف افتاده مرده توی فرقه و شما میگی که یک اتفاق بوده دیگه بر اثر یک اتفاق در فرقه جان خودش رو از خب من میپذیرم من مشکل ندارم من سوالم اینه نمیخوای بگی چرا از دنیا رفته یه دفعه مثلا هر ستاشون در یک بازه زمانی در لحظه جان خودشون رو از دست دادن اینا که گفتی یه دفعه مریض شدن مرده خب بگو اینا توی بیانیه چهارم فهمیدن خیلی ضایع بوده اینکه اشاره نمیکنن مثلا داستان میگه فلانی قهرمان بود مجاهدت کرد مجاکر مرد مگه میشه همچین چیزی اینجا اومده اینو به اصطلاح خودمون حلش بکنه گفته که اسماعیل در سه سال اخیر همودیالیز انجام میداد اما از یک ماه پیش دچار مشکلات تنفسی یعنی دقیقا به محض که پلیس حمله کرده به فرقه این دوچار مشکلات تنفسی شده اسپری زدن یا چیز دیگه ای رخ داده بذارید بخون میگه یک ماه پیش دچار مشکلات تنفسی و قلبی و خونی میشه و اونجا دیگه حالش بد میشه جان خودش رو از دست میده دقیقا یه ماه پیش جان خودش رو از دست داده در کنار اون ستای دیگه تیر قیب به سمتتون شلی کردن یا تیر قیب به سمتتون به رگبار بستن یا داشتین توی خیابانهای آلبانی میرفتین یه اتفاقی رخ داده یا خودتون از خودتون دارید کسانی رو حذف میکنین چون نمیشه شما چهار تا آدم من هر چهار نفری رو که اومدم اینجا بررسی کردم علی مستشاری اون دو تا خانومی که در روشون صحبت کردیم و این فردی که داریم صحبت میکنیم دو سال هر کدوم بیشتر یا کمتر اینا در حال خیانت به ایران بودن خب پس این نمیتواند اتفاقی باشد این آدم های شناخته شده به چه شکل با چه دلیل و با چه انگیزی در حال حذف هست شدن هستند و کیا پشت حذف اینها این چیزیه که شاید مرور زمان بتواند به ما کمک بکند توضیحات بیشتری دربارش داشته باشیم طولانی ترش نمی کنم اگر شما نکته ای داشتین بحثی داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر باشه فقط یه نکته رو باید داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم احساسی به من میگوید آن ویژه ترین چیزی که به زودی خیلی ها را حیرت زده خواهد کرد درباره یک خائن نه مریم رجوی که مسعود رجوی خواهد بود شاید یک کسایی هم حالا خود فرقه رو نمیدونم ولی شاید مثلا اینجا هم یک کسایی یه چیزایی دارن اون حرف جذابه فعلا دارن میان جلو دربارش حرفی نمیزنن تا به وقتش خیلی ها را با شنیدنش و با دیدنش حیرت زده بکنن میگم شاید باید بریم جلوتر ببینیم که مرور زمان چه حقایقی را پیش روی ما قرار خواهد داد نکته دیگه ندارم اگر نکته داشتین حتما در قالب پیام برای ما بفرستین این سرنوشت فرقه ایه که سالها به ایران خیانت کرد بعد اومد یه حرکتی زد گفت میرم از ایران دور میشم فرار میکنم چون ایران دندوناشو کشید سلاح گرفت کیس و کیبورد و دستش رفتن اون دور نشستن وقتی که دور از ایران نشستن اومدن توطعه های سایبری بکنن چرا چون سنش رو رفته بود بالا مستحلک شده دیگه تو ایران عملیات تروریستی نمیتونه انجام بده باید کار رو برون سپاری بکند به کسانی در داخل ایران تو این قضیه اومد وارد بشه فکر میکرد مثلا توی آلبانی یه مش پخمه نشستن نه دیگه امنیتی کشورش براش مهم دیگه وقتی ایران به لحاظ سایبری همه چیز رو قفل میکند او چاره نداره جز اینکه در این قضیه یه فکری بر سرزمین خودش بکنه حالا به خودشان آمدن میبینن در جایی هستن که آنجا مسیرش به ایران هدایت می شود این تروریست ها یه حرفی می زدن توی این ماشیناشون هاشون می گفتن داریم میریم به سمت ایران و این حرفی دروغ نگفتن بدبخت ها به زودی اینها رو در ایران خیلی هاشون رو پای میز مذاکره شاهد خواهیم بود اگر نکته بود در قالب پیام برای ما بفرستین خاک پای همه رفقا هستن خیلی مقدسم خیلی ردت دارن وقتتون خیلی.